و البته زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند همونقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قلد را دوست دارند. ماشا، تو حواست اینجا نیست؟ چرا داشتم گوش میکردم. آیرینا نیکولایونا، اگه خسته شدین بدین بقیه شو من بخونم. اجازه بدین دکتر. ماشا، تو هم بلند شو. بله. بیا کنار من وایسا، اینجا دقیقا پهلوی من. باشم. شما 22 ساله این و من تقریبا دو برابر. دکتر، کدوم یکیمون جوانترین؟ البته شما. بفرمایی. چرا باید این طور باشه؟ چون من کار میکنم، همیشه در حال حرکتم، در حالی که شما همیشه یک جا میمونین، اصلا زندگی نمی کنین. من هرگز نگران آینده نیستم، هرگز به مرگ و پیری فکر نمی کنم، هرچی بناست بشه همون بشه. ولی من حس میکنم که انگار مدتها پیش متولد شدم، خیلی پیش. زندگیمو مثل دنباله بلند و بی انتهای لباسی به دنبال میکشم، اغلب کوچکترین انگیزهی برای ادامه این زندگی ندارم. البته همه این افکار پوچه، باید خودم رو تکون بدم و همه اینا رو دور بریزم. از عشق به او بگویید. آه ای گلهای گرانبهای من، از اپرای فاست. ضمناً من مثل انگلیسی ها خیلی مقید هستم، همیشه حاضر و آمادم، لباسم مرتبه، موهام همیشه مد جدیده، کامیلفو. هرگز به خودم اجازه نمیدم که حتی برای رفتن به باغ با لباس خواب و موهای نامرتب از خونه خارج بشم. هیچ وقت بد لباس نمی پوشم، به خاطر همین همیشه جوون موندم. هرگز مثل اغلب زنها بی هوا زندگی نکردم. نگاه کنید، درست مثل یک پرنده سبکبال میتونم خیلی راحت جای یک دختر 15 ساله رو بگیرم. خب کجا بودی؟ اون کتابو لطفاً بدین به من، نوبت منه. سر تاجر قله و موش ها بودیم. پیداش کردم. زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند همانقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قله را دوست دارند. وقتی زنی نویسنده ای را که آرزوی اسارتش را دارد انتخاب میکند، نخست او را با تعارف و تملق و لطف و توجه بیش از حد در محاصره خود میگیرد و اسیرش میکند. خب این موضوع ممکنه در مورد فرانسوی ها درست باشه، ولی نه در مورد ما که در هیچ چیز قاعده معینی نداریم. در میون ما زنی که هوس اسیر کردن نویسنده ای رو بکنه مسلماً قبلاً دیوانه وار عاشق شده. بله، همه ما خوشحالیم. بالاخره امروز همه خوشبخت شدیم خواهر. چطور؟ چون پدر و نامادریمون به کنار ولگا رفتن و سه روز تمام آزادیم. این راسته نینا میخائیلوونا؟ بله، حالا خوشبختم و کاملا در اختیار شما. بیاد نیکولایویچ، بهتره روی صندلی شرطورتون بشینید. متشکرم. امروز خیلی قشنگ شده، مگه نه؟ و چقدر قشنگ لباس پوشیده. دختر خوب به این میگن. بیا ببوسمت عزیزم. ولی نباید زیاد ازت تعریف کنیم چون بدبختی میاره. باریس الکسیویچ کجاست؟ کنار برکه، مشغول ماهیگیریه. نمیدونم از این کار خسته نمیشه. چه کتابی میخوندی؟ کتاب روی آب از موپاسان. بیشترش نه زیباست و نه درست. احساس ناراحتی میکنم. نمیدونم پسرم چشه، چرا انقدر افسرده و بدخلق شده، تمام روز رو کنار دریاچه میگذرونه. به ندرت میبینمش. قلبش گرفته. لطفا قسمتی از نمایشنامه‌ش رو برامون بخونین. واقعا دلتو میخواد؟ خیلی کسل کننده. وقتی که خودش میخونه چشماش میدرخشه و رنگ چهرهش عوض میشه، صداش هم زیبا و غم‌انگیز میشه، حالت یه شاعر رو پیدا میکنه.
شب بخیر سورین. پتروشا خوابیده بودی؟ نه ابدا. برادر تو هیچ کاری به خاطر سلامتیت نمی کنی، این که درست نیست. من میخوام دوا بخورم ولی دکتر چیزی نمیگه. در 60 سالگی دوا بخوریم. حتی در 60 سالگی هم آدم میخواد زندگی کنه. بسیار خوب، چند قطره والریان بخوریم؟ به نظر من اگه بره چشمه ی آب معدنی حالش بهتر میشه. خب بله، میشه بره میشه هم نره. از این حرف شما چی میشه فهمید؟ چیزی نیست که نشه فهمید، کاملا واضحه. پیوتر نیکولایویچ باید سیگار کشیدن رو ترک کنه. چرند میگی؟ نه چرند نیست، من شما کم کم محو میشه و خودتونو مثل شخص ثالثی حس میکنین. خیلی خوب میتونین بحث کنین. شما از زندگی کاملا بهره گرفتید، ولی من چی؟ 28 سال توی عدلیه خدمت کردم، اما حتی یک لحظه هم زندگی نکردم. هیچ چیز ندیدم و هیچ کاری نکردم. حالا طبیعیه که میخوام زنده بمونم. بی نیازی و بی قیدی شما رو به سمت فلسفه میکشونه، ولی من میخوام زندگی کنم، از زندگی لذت ببرم. بله، انسان باید زندگی رو جدی بگیره، ولی در 60 سالگی به فکر مداوا افتادن و تأسف لذاتی رو که در جوانی نبردید خوردن بیهوده است. پاهم خواب رفته، باید وقت نهار باشه. طفلک بیچاره، خب هیچ دلخوشی نداره. حالی جناب، حرف شما بیمعنیه. شما درست مثل مردی حرف میزنین که به هرچی خواسته رسیده. هیچ چیز خسته کننده تر از این کسالت شیرین یلاغ نیست. گرم آروم، هیچ کس کاری نمی کنه. همه فلسفه می بافن و عقایدشون رو می گن. دوستان عزیز، با شما بودن و به سخنان فریبندتون گوش دادن چقدر خوبه، ولی از اون بهتر بودن توی یک مسافرخونه دور افتاده و کار کردن روی یک نقش تازه است. لذت بخشه، منظورتون رو میفهمم. خب البته شهر بهتره. تو اتاق کارتون میشینین، درمون مراقبی کسی بدون اجازه وارد نشه، تلفن داریم، تو خیابون درشگه ها بالا و پایین میه. ما هم اومدیم. صبح بخیر. صبح همگی بخیر. ایرینا نیکولایفنا، خوشحالم که شما رو سر حال میبینم. همسرم میگه که شما قصد دارین با اون به شهر برید، اینطوره؟ بله، به فکرش هستم. بله، عالیه. ولی خانم محترم، چطور میخواید برید؟ اصبا امروز همه دارن یونجه عمل میکنن، همه یه کارگرا مشغول کارن. ممکنه از شما سوال کنم با کدوم اصب میخواید برید؟ کدوم اصب؟ من از کجا میدونم با کدوم اسب؟ اسبای کالسکه که هست. اسبای کالسکه؟ ولی از کجا براشون یراق و دهنه بیارم؟ ها؟ از کجا بیارم؟ خیلی عجیبه، نمیفهمم. خانم عزیز، منو ببخشید، من برای هنر شما احترام زیادی قائلم، حاضرم 10 سال از عمرم و فدای شما کنم، ولی نمیتونم اسب به شما بدم. ولی من باید برم، واقعا عجیبه. خانم محترم، شما که نمیدونید جمع آوری محصول یعنی چه. همیشه همین حکایته. اگه اینطوره من همین امروز میرم مسکو، دستور بدین از دهکده برام اسب کرایه کنن، وگرنه تا ایستگاه پیاده میرم. در این صورت منم از شغلم استعفا میدم، دنبالی مباشر دیگه بگردید. هر تابستون همین آش و همین کاسه است، هر تابستون به من اهانت میشه، دیگه پامو اینجا نمیذارم. این گستاخیه، غیر قابل تحمله، دیگه خسته شدم. همین الان تمام اسبا رو بیارید اینجا، همین الان. پولین آندرویونا، چطور میشه خواهش ایرینا نیکولایونا هنرپیشه به این بزرگی رو رد کرد؟ من چه کار میتونستم بکنم؟ هر آرزو، حتی هر هوس اون خیلی مهمتر از تمام مزرعه و محصول شماست، واقعا باور نکردنیه. خودتون رو جای من بذارین،
چه کار میتونم بکنم؟ بیایید بیایید بریم پیش خواهرم، همه ازش خواهش میکنیم نره. مردک مستبد خودخواه. نه سر جاتون بشینید، ما شما رو میبریم. بله بله بذارین کمکتون کنم. ولی خیلی بد شد. بله خیلی بد شد ولی نمیره. مردم واقعا خسته کنندن. حقش بود شوهر شما رو با اردنگی بیرون کنن، ولی قضایا با عذرخواهی پیرمرد پیوت نیکولایویچ و خواهرش از شامرایف خاتمه پیدا میکنه. خواهید دید. آخه اسبای کالسکارم فرستاده مزرعه، هر روز از این سوی تفاهم ها پیش میاد. نمیدونین چه رنج میبرم، مریضم میکنه. ببینین چطور میلرزم، دیگه نمیتونم خشونتشو تحمل کنم. های افگنی عزیزم، نور چشمم، محبوبم، بذار با تو بیام. زمان میگذره، ما دیگه جوان نیستیم. کاش میتونستیم بقیه زندگیمونو بدون دروغ و پنهانکاری بگذرونیم. من 55 سالمه، دیگه خیلی دیر شده که زندگیمو عوض کنم. میدونم چرا تقاضا ما رد میکنیم، غیر از من زنای دیگه هم هستن که به شما نزدیکترن. نمیتونین از همه اونا بگذرین و با من زندگی کنین. میفهمم دیگه از من خسته شدی. نه اینطور نیست. بدبختی من از حسادته. شما دکترین رو نمیتونین از زنها دوری کنین. میفهمم. دکتر چطور شد؟ ایرینا نیکولایفنه داره گریه میکنه، پیوت نیکولایویچ هم باز دوچار تنگی نفس شده. بهتره برم بهشون قطره والریان بدم. این گله رو برای شما چیدم. مرسی تقیبیم. منم با اتون میام دکتر. چه گلای قشنگ، میشه بدینشون به من؟ اینا به درد شما نمیخوره. چقدر عجیبه، هنرپیشه بزرگی به خاطر موضوع به این بی اهمیتی گریه میکنه. نویسنده مشهوری که مورد ستایش همه است، تمام روزنامه ها ازش صحبت میکنن، عکساشو میفروشن و آثارشو به زبانهای دیگه ترجمه میکنن، سر تا سر روزو ماهی میگیره و از اینکه دو تا ماهی کوچیک گرفته خوشحال میشه. من فکر میکردم آدمای مشهور مغرورن، دور از دسترسن، دیگرانو تحقیر میکنن، با شهرت افتخارشون از مردم عامی و مبتذلی که ثروت و مقام و بالاتر از همه چیز میدونن انتقام میگیرن. ولی اینجا گریه میکنن، ماهی میگیرن، ورق بازی میکنن و میخندن و مثل بقیه عصبانی میشن. عجب. تنهایی؟ آره من امروز با پستی تمام این مرغ دریایی رو کشتم تا زیر پای تو بندازم. منظورت چیه؟ چت شده؟ همین روزا خودم هم مثل این پرنده میکشم. تو خیلی عوض شدی، سخت میشناسمت. آره از اون روز به بعد منم سخت تو رو میشناسم. تو هم به نظر من عوض شدی، چشمات سرد شده، من مزاحم حس میکنی. مدتی زود رنج شدی، با زبانی گنگ و نامفهوم با تمثیل اشاره حرف میزنی. فکر میکنم این مرغ دریایی هم تمثیلی باشه که من اونو نمیفهمم. من خیلی سادم، نمیتونم اینو بفهمم. از شبی شروع شد که نمایشنامه‌ام با اون وضع حماقت‌بار شکست خورد. زنها هیچ وقت شکست رو نمیبخشن. همشو سوزوندم خط به خطشو. کاش میدونستی چقدر بدبختم. سردی رفتارت برام وحشتناکه، باور نکردنیه. مثل اینی که از خواب بیدار شدم و میبینم تمام آب دریاچه خشک شده و رفته تو زمین. همین حالا گفتی ساده تر از اون هستی که منظور منو بفهمی. چیو میخوای بفهمی؟ نمایشنامه من شکست خورد، ازش خوششون نیومد، تو هم استعدادم رو تحقیر میکنی. منو مثل اغلب مردم مبتذل، معمولی و ناچیز میدونی. خیلی خوب میفهمم، خیلی خوب. حس میکنم دارم میخ به مغزم میکوبن. تأخیر تو مثل نیش یه مار تمام زندگیمو میسوزونه و نابود میکنه. نگاش کن، هنرمند واقعی داره میاد.
مثل هملت با یک کتاب. جلوتو نمیگیرم. صبح بخیر بوریس الکسیویچ. آه صبح بخیر. اوزا طوری غیر مترقبه پیش اومده که انگار مجبوری ما امروز حرکت کنیم. ممکنه دیگه هم دیگر رو نبینیم. متاسف. به ندرت فرصت آشنایی با دختران جوان و دلربا رو داشتم. فراموش کردم در 18-19 سالگی آدم ها چه احساسی دارن. الان نمیتونم تصورش رو بکنم. برای همینم دخترای جوان تو داستانهای من اغلب ساختگی هن، غیر واقعی هن. میخوام حتی شده برای یک ساعت جای شما باشم، مثل شما فکر کنم، ببینم شما چطور هستید. منم میخوام به جای شما باشم. چرا؟ میخوام ببینم نویسنده مشهور و نابغه بودن چطوریه. مشهور بودن چه احساسی در آدم ایجاد میکنه. راستی شهرت چه حالتی در شما به وجود میاره؟ چه حالتی؟ مطمئنم که هیچی. هرگز در این باره فکر نکردم. این احساس شما دو حالت داره، یا در شهرت من دارید مبالغه میکنید، یا اصلا اونو حس نمیکنید. ولی کاش میخوندین تو روزنامه ها راجع به شما چی مینویسن. بله بله، وقتی ازم تعریف میکنن خوشحال میشم، وقتی هم ازم بد میگن یکی دو روزی کچخل میشم. چه دنیای عجیبی. نمیدونی چقدر نسبت به شما حسادت میکنم. سرنوشت آدمو چقدر با هم فرق داره. بعضیا به سختی وجود گمنام و یک نواختشون رو به پایان میبرن. اونا همه مثل همن، همه بدبختن. ولی گروه دیگه، مثلا شما که تو هر یک میلیون یه نفر مثل اون است، زندگیشون متنوع، پر از شکوه و درخشندگیه. شما خوشبختی. من خوشبختم؟ نه، شما از شهرت و خوشبختی، از درخشندگی و زندگی متنوع حرف میزنید، ولی برای من تمام این کلمات زیبا مثل غذای لذیذیه که هرگز طعمشو نچشیدم. شما خیلی جوان و ساده اید. زندگی شما عالیه. چیش واقعا عالیه؟ من باید فورم برم، باید بنویسم. معذرت میخوام، نمیتونم پیشتون بمونم. به قول معروف شما انگوش روی نقطه حساس گذاشتید. کم کم دارم دچار هیجان میشم، حتی کمی هم ناراحت شدم. ولی خب بذارید ادامه بدیم، از زندگی عالی و درخشان من صحبت کنیم. خب از کجا شروع کنیم؟ وقتی یه نفر شب و روز جز به ماه به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنه، کم کم یه خیال ثابت، خیال ماه، تمام زندگیشو در بر میگیره. منم برای خودم یه ماه دارم، شب و روز گرفتار یه فکر ثابتم. این که باید بنویسم، باید بنویسم، باید. هنوز یه داستان رو تموم نکرده دومی رو باید شروع کنم، بعد سومی رو، بعد چهارمی رو. من بدون وقفه می‌نویسم، با عجله پست می‌کنم و باز دوباره می‌نویسم. نمیتونم طور دیگه‌ای به نوشتن فکر کنم. حالا از شما می‌پرسم، خب کجای این زندگی عالی و درخشان؟ زندگی پوچی. الان با شما هستم، به هیجان آمدم. با این وجود هر لحظه به خودم میگم که داستانم ناتموم مونده و منتظرم. موقع قدم زدن تو آسمون ابری میبینم که مثل یه پیانوی باز و بزرگ. به خودم میگم آها، باید توی داستانم از ابری که تو آسمون شناوره و شکل یه پیانوی باز و بزرگ داره حرف بزنم. بوی گل آفتاب گردن میاد، به سرعت یادداشت برمیدارم. بوی تند و نفرت انگیز مرداب یادداشت برمیدارم. رنگ یه بیوه‌زن رو میبینم، یادداشت برمیدارم. بعد همه اینا رو در توصیف یک غروب تابستان بیارم. هر جمله شما یا خودمو، هر کلمه‌شو کش میگیرم، اونا رو با عجله به گنجینه ادبی مغزم میسپارم. یه روزی ممکنه به درد بخورم. بعد وقتی کارم رو تموم کردم به سرعت به تئاتر یا ماهیگیری میرم.
تنها به خاطر اینکه استراحت کنم، خودم رو فراموش کنم. ولی نه، یه موضوع جدید دوباره مثل یه گلوله آهنی به مغزم میخزه. باز منو به سمت میز تحریر میکشونه. باید باز باشه تا بنویسم و بنویسم و بنویسم. و همیشه همینطور، همیشه همینطور. از دست خودم آسایش ندارم. حس میکنم دارم تمام زندگیمو نابود میکنم به خاطر عسلی که بیهوده تو خلع به دیگری میدم. گرده های بهترین گل های زندگیمو میگیرم، گل ها رو پرپر میکنم، از ریشه میکنم. فکر نمی کنید دیوانه شدم؟ آیا دوستان و آشناهای من منو آدم عاقلی میدونن؟ مثل یه انسان، یه انسان عاقل با من رفتار میکنه. همیشه از من میپرسن حالا دارید چی کار میکنید؟ چه چیزی رو میخواید به ما پیشکش کنید؟ به نظرم میاد تمام توجه دوستانم، تمجیدهاشون، علاقه و شورشون، همه و همه و همه دروغ و فریبه. مثل یه معلول و افلیک گولم بزن. همیشه میترسم یه روز از پشت سر منو بگیرن، ببرنم تیمارستان. چه تصور وحشتناکی. در اون سالها، در بهترین سالهای جوانی، وقتی تازه شروع به کار کرده بودم، نویسندگی برام یه عذاب تمام نشدنی بود. یه نویسنده تازه کار، به خصوص وقتی ناموفقم باشه، به نظر خودش ناشی، بی دست و پا و زیادی میاد. اعصابش فرسوده است، نمیتونه دوربر مردمی که با ادبیات و هنر سر و کار دارن پرسه نزنه. اما هیچ کس هم در این حال اونو نمیشناسه، بهش توجهی ندارن. مثل قمارباز پرشوری میمونه که پول نداشته باشه. من خوانندمو نمیشناختم، ولی به دلایلی اونو پیش خودم دشمنی ترسناک و دیرباور که نمیشه بهش اطمینان کرد تصور میکردم. از مردم میترسید. میدونید وقتی اولین نمایش تو من روی صحنه رفت، به نظرم میومد که تمام آدم های موسیاه با دشمنی و تمام آدم های موبور با خون سردی و بیقیدی نگاش میکنه. آه چقدر وحشتناک، چه عذابی بود. ولی حتما الهام و آفرینش سعادت پرشکوه به شما میبخشه. بله بله، من از نوشتن لذت میبرم، دوست دارم نمونه های چاپی اثرمو بخونم. ولی به محض اینکه اثرم منتشر شد، دیگه نمیتونم تحملش کنم. میبینم سر تا پا اشتباهه و اصلا نباید نوشته میشده. وجودش رنجم، منو دچار تهوع میکنه. و مردم اونو میخونن و میگن بله جالب و زیرکانه نوشته شده، اما از آثار تولستوی خب خیلی پستره. یا میگن کتاب خوبیه، ولی پدران و فرزندان تورگنیف کجا، این کجا. و تا آخرین روز حیاتم این وضع ادامه داره. فقط جالب و زیرکانه، همین. وقتی بمیرم دوستانم از کنار قبرم میگذرن و میگن در اینجا تریگورین آرامیده. نویسنده خوبی بود، ولی ارزش تورگنیف و تولستوی رو نداشت. ولی من نمیخوام حرفای شما رو باور کنم. موفقیت زیاد شما رو تباه کرده. کدوم موفقیت؟ من هیچ وقت خودم رو دوست نداشتم. من از آثار متنفرم. بدتر از همه، من همیشه تو هزیان، گنگی، منگی زندگی میکنم. اون چرا که میمیسم نمیفهمم. من آب و آسمون و درختار رو دوست دارم. احساس میکنم یک شور مقاومت ناپذیر در من بیدار میشه که به نوشتن وادارم میکنه. من فقط یه نقاش منظر پرداز که نیستم، یکی از افراد این جامعه هم. کشور و ملتم رو دوست دارم. احساس میکنم به عنوان یه نویسنده وظیفه دارم که از اونا، از رنجشون، از آیندهشون، از علوم و حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه حرف بزنم.
درباره همه چیز بنویسم. عجله دارم، سراسیمم، از هر طرف دنبالم میکنن، عصبانین، مثل روباهی که در محاصره سگان شکاری باشه به این طرف اون طرف میدوم. میبینم که علم و زندگی هر لحظه از من دورتر میشه، پیش میره و من از اون عقب میمونم، مثل مسافری که دیر رسیده و قطار رفته. تنها کاری که باقی میمونه و میتونم انجام بدم وصف چشم اندازها و مناظر احمقانه است. در هر چیز دیگه تا مغز استخونم دروغگو و حقه بازم. شما همیشه در حال کار بودین، نه فرصت پی بردن به ارزش و اهمیت خودتون رو داشتین، نه میلشو. ممکن از خودتون ناراضی باشین، ولی برای دیگران بزرگ و عالی قدر هستین. اگه من نویسنده‌ای مثل شما بودم، تمام زندگیمو وقف توده مردم میکردم. سعادت نویسنده یا هنرمند بودن اونقدر والاست که حاضرم به خاطر اون فقر و ناامیدی و تنفر دیگران رو با اشتیاق تحمل کنم. حاضرم تو یه اتاق زیر شیروانی زندگی کنم، جز نان جو چیزی نخورم، از خودم ناراضی باشم، نقایصمو بدونم و از همه اینا رنج ببرم، ولی در عوض شهرت افتخاری حقیقی و پرشکوه نصیبم بشه. آه، سرم گیج میره. من صدا میزنم، فکر کنم چمدونمو دارن میبندن و من نمیخوام اینجا رو ترک کنم. دریاچه رو نگاه کنید، چقدر با شکوه، چقدر زیباست. ویلا و باغ اون طرف دریاچه رو میبینی؟ بله، ویلای مادرم بود، من اونجا متولد شدم، تمام زندگیمو کنار این دریاچه گذروندم، تمام جزیره‌های کوچیکش رو میشناسم. اینجا خیلی زیباست، خیلی دوست داشتنی. این چیه؟ مرغ دریایی، کنستانتین گاویلوویچ اونا با تیر زده. پرنده زیبایی، واقعا نمیخوام برم. سعی کنید ایلینا نیکولایوونا رو متقاعد کنید که بمونه. چی مینویسید؟ دارم یادداشت برمیدارم. موضوعی به نظرم اومد، موضوعی برای یه داستان کوتاه. یک دختر جوان مثل شما تمام عمرش رو کنار این دریاچه گذرونده، مثل مرغ دریایی دریاچه رو دوست داره و مثل مرغ دریایی آزاد و خوشبخت. اما مردی تصادفاً میاد، اونو میبینه و از فرط بیکاری زندگی اونو مثل زندگی این پرنده از بین میبره. دارم میام. چه خبر شده؟ ما نمیریم. ها؟ این یه رویاست.